ای هستی بخش به نام تو آغاز می کنم و میدانم اگر لحظه ای از من روی برگردانی هیچم به نام خدای بخشنده و مهربان عزیزان همیشه همراه سلامهای گرم ما را پذیرا باشین از برنامه روشنا مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم و امید داریم که مثل همیشه تا آخرین لحظات بیننده برنامه خودتان باشین خب خانواده های محترم پدرها مادرهای عزیز و شما گلهای باغ زندگی امید داریم که امروز هم جور و سعتمند باشین و همراه با بیننده برنامه روشنا همگام و همراه باشین اما یک سوال دارم از همه شما عزیزان تا با حال امیدهای زندگیتون رو فکر کردین به چه چیزهایی امید دارین؟ امید به آینده بسیار خوب بله چقدر زیباست امید به توانمندی و استعدادهای خودت امید به فرزندان و آینده امید به داشتن یک کشور و یک وطن پر از موفقیت پر از امنیت که در او همه با خوبی و خوشی زندگی کنند بله بسیار زیباست پس انسان امیدهای زیادی دارد در زندگیش امیدها و آرزوها هست که انسان میتونه زندگی کنه و اما زیباترین امید چی میتونه باشه؟ از نگاه شما بالاترین زیباترین و بهترین امید چی میتونه باشه؟ موزه برنامه ما هست پس حتما گوش کنین خواهر خوب ما خانم رضایی کارشناس برنامه امروز ما در استودیو هستند سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگم با نام یاد خدایی که نام او زینت بخش کلام هاست و یاد او آرامش بخش روان ها من خدمت شما خرای گرامی و عرجمند عرض سلام دارم و همینطور به حضور همه ی بینندگان محترمی برنامه من هستم که انشاءالله زاد و لحظاتی تو هم با آرامش و موفقیت داشته باشند. در برنامه روزهای سه شنبه موضوع امید به زندگی را آغاز کردیم یا زیباتر بگویم به رنگ امید چقدر زیبا هست ای که ما در زندگی خود ما امید داشته باشیم و ای امیدهای زندگی ما در زندگی ما را پیشرفت بتن و ما را بسازن بسیار میتونه زیبا باشد اما زیباترین او امید به خداوند هست میشنیم از زبان خواهر خانم خانوم رضایی بانو رضایی عزیز که به ما بگویند که ما گفتیم خانوم رضایی امید و خدای بزرگ میتونه بهترین زیباترین و کاملترین امید باشه برای ما بله. نظر شما چیست؟ کاملا درست ما اگر بینندگان عزیز ما همطور که به عبارتی پیگیری میکنن این برنامه نه. را در جریان هستن ما در برنامه قبلی پیرامون معنای خود امید منظور ما از امید چی هست و امید چه نقشی در زندگی هر انسانی میتونه داشته باشه اینا رو بحث کردیم و در مورد اینها مباحثی رو خدمت دوستان و ارائه کردیم خب حالا سال اصلی که در این جلسه حول محور او به عبارتی بحث ما ادامه خواهد داشت و خدمت دوستان هستیم است که خب حالا که ما فهمیدیم که امید چی هست دلی. و چقدر اهمیت داره در زندگی انسان و چه کار میتونه برای زندگی یک آدم بکنه سوال اینجاست خب به کی امیدوار باشیم یا اصلا به،, به چه کسی یا به چه چیزی امیدوار باشیم ام. امید قرار است که او چراغ روشنی که قرار است مسیر زندگی من رو روشن کنه متعلق به کیست متعلق به چیه من باید به چه چیزی یا به چه کسی امیدوار باشم خب ما به عنوان یک انسان به عنوان یک موجودی که مدنی و تبع است اجتماعی مسلک است و موجودی که برای حیات و برای رشد و برای پیشرفت خود خود قطعا نیازه به،, به عبارتی جامعه و نیازه به حضور در اجتماع و به برقراری ارتباط داره خب ارتباطات ما بسیار بسیار گسترده است و به تناسب این که استب... ارتباطات ما گسترده است خب میتوانیم که این قابلیت رو داریم که خب حالا پس به چیزهای متفاوت و مختلفی امید داشته باشیم امید من را روی گذینه های مختلفی سرمایه گذاری کنیم اما ما در سه شاخه کلی می شود گفت که می توانیم که ارتباطات من را یا به عبارتی روابط اصلی زندگی خودمان را در سه شاخه تقسیم بندی کنیم خب شاخه اول رابطه ما با خداست شاخه دوم رابطه ما با خلق خدا و با دیگران نیست که با اونها زندگی می کنم که بسیار گسترده می تانه باشه ده که باز ده. حالا انشالله در همون مبحث ما می پردازیم به اینکه منظور ما از او خلاق خدا حالا چه کسایی است در ام. چند مرحله و چند مقطع بحث می کنیم و در نهایت رابطه ای که با خودم دارم لذا در پاسخ به سوالی که به کی و به چی امیدوار باشیم اولین و مهمترین و اصلی ترین مبحثی که هست اینه که خب امید ما باید در قدم اول و در رتبه اول و در اصلی ترین به عبارتی شکل و ویژگی او باید منتصب و متعلق به ذات پاک حضرت سبحان باش بله. خب سوال اینکه که به اون خدا امید ببندیم یعنی چی؟ بله خب چه قسم باید ببندیم؟ چرا بله؟ باید ببندیم؟ سوال اصلا بر شما سوال اولی که چرا؟ آه. سال دومی که چگونه چه وقت هایی کی و سال سومی که چگونه بله حسن با شما چرا به خدا میدونید خب من خودم خدا خود خب مرا آفریده دیگه من خو خب هستم مردم یک انسان عاقل و بالغم خودم تصمیم میگیرم خودم کارم تلاش میکنم خودم انجام میدم حالا یا میشن یا نمیشه دیگه امیدواری به خدا در رابطه شخصی در زندگی ما به عنوان یک انسان چون خدا خب ما مدر قرآن داریم که گفته شد خب من اشرف مخلوقات هستم مم. و من خلیفه خدا در روی زمین هستم پس من جانشینی هستم خودم میتوان اگر خداوند هم چی سمتی و هم مقام و منصبی به من داده قطعا در وجود من توانایی هست که من ایره بتونم خودم از عهده زندگی خودم برای من منظور ما و مقصود ما و ای که اصلا چرا باید به خدا امیدوار بود خب چرا به خدا امیدوار بود به خاطر که من انسانم و او خداست بله انسان بودن به چه معنا انسان بودن به این معنا که اگر حتی من یک انسان فوق العاده است در یک زمینه یا در چندین زمینه مم. استعدادهای بسیار, بسیار بسیار شگرف و قابل توجهی دارم یک آدم موفق هستم در هر زمینه در زمینه دارم. جسمانی قدرت بالایی دارم در زمینه توانایی های شناختی بسیار آدم باهوشی هستم در زمینه به عبارت بهره مندی از منابع مادی بسیار آدم ثروتمندی هستم و بسیار مرفه خب ولی همه اینها صحبتی جاست که من خودم من اصلا موجودی ممکن و به اصطلاح مباحث فلسفی هستم بود و نبودم این لحظه و لحظه دیگه در اختیار خودم نیست فلزا من به عنوان یک انسان اینکه چرا به خدا امید داشته باشم به خاطری که خدا به عبارتی احاطه کامل بر کل بشریت بر کل هستی و از جمله مداره چون من انسانم به یعنی خاطر انسان بودن یعنی محدود بودن و ممکن بودن به خاطری که هر آن چیزی رو که این لحظه دارم ممکن است یک لحظه بعد یک ساعت بعد نداشته باشم من سلامت جسمانی دارم و دارم با شما گفتگو میکنم وقت با شما گپ میزنم صدای شما رو میشنوم شما رو میبینم احتمال داره یک ساعت بعد بر اثر یک حادثه ای در یک اتفاقی بینایی من از دست بدم دیگه هیچ کسی نتونم ببینم امه. شنوایی ما از دست بدم هیچ صدایی رو نشنوم قابلیتی رو نداشته باشم که خدا اینا کرده مشکل ذهنی برام پیش بیاد بر دیگه اصلا نتونم کلمه‌ای رو به زبان بیارم پس یک و مهمترین قضیه است که صرف انسان بودن که معنی انسان بودن یعنی محدود بودن دقیقا. یعنی ممکن بودن یعنی وابسته بودن انسان بودن و به عبارتی به من میگوید که تو هنوز خدا، تو خدا نیستی آه. تو هر چقدر هم در هر هیته و در ه... ده حتی در چندین هیته تکرار میکنم که ممکن است ما رو داشته باشیم که در چندین مورد و در ابعاد مختلف زندگی بسیار آدمای برجسته باشه ولی هنوز انسان هستند و بعد، و به جهت انسان بودن خب پس چرا به خدا امیدوار باشیم به خاطر که ما یک انسانم امه. چون قطعا و حالا به صورت 100 درصد ممکنه که مثلا مثالی که من خدمت دوستان گفتم این که یک ساعت بعد ممکنه برای ما اتفاق افتاد کلمه ممکن استفاده ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته ولی صرف امکان این که ما دوچار مشکل میشم خب دوچار مشکل میشم یعنی یک چیز های از گرفته میشه امه. و وقتی ما چیزی رو از دست میدیم دوچار ناامیدی میشیم دوچار قم میشیم دوچار اندوه میشیم هرمان به عبارتی و فقدان به ما دست میده خب در این حالت حالا به چیک به کی امیدوار باشم به چه کسی دل ببندم از چه, ام. ام. چه کسی بخوایم به سمت کی رو کنم به همون کسی که همو استعدادها و تمام ها رو برای ما عطا کرده و بخشیدن احسن ام. بر شما همون که از اول داده همون که الان داره حفاظت و مراقبت میکنه ام. و همون که قرار باشد بگیرد او اوست که بگیره هو و یوهی و یومیت اوست که زنده می کند و اوست که می پس چرا امیدوار باشم به خدا به خاطر اینکه او خالق است او کسی است که مرا آفریده او کسی است که مرا او رب و پروردگار است لحظه به لحظه حاکم بر اعمال و رفتار ماست و او کسی است که به سمت او باز خواهم گشت الیه المسیر یعنی آمدنم هم به خواست و اراده او بوده نه، نه. حال و زیستنم هم به قدرت و حکمت و مسلحت اوست و در آینده هم به سمت او باز خواهم گشت نه. و انا الیه راجون بنابراین وقتی او همه چیز عالم هستی و همه چیز مست پس بنابراین قطعا و به بهتر و برترین کاری که میتونم اینه که باید به او امید داشته باشم خب تا کی به خدا امید داشته باشیم تا کجا مم. چقدر به خدا امید داشته باشیم یعنی خانم رضایی مثلا در این قسمت مثلا شاید سوال پیش بیاد می که تا کی مثلا یک نفر هست که ايش کار نمیکنه فقط امیدش به خداست احسن بر شما در این قسمت بله بله, بله, بله،, بله. چقدر به خدا امیدوار باشیم خب نکته اینجاست که یک مثال دوستان عزیز ما قطعا زیاد شنیدن از زبان بزرگترها و خب در فرهنگ ادبیات ما هست بله، بله. که گفته میشه که از تو حرکت از, مبابر. از خدا برکت خب همطور که شما فرمودید ما حالا بینندگان عزیز ما و عزیز دسته از عزیزایی که در برنامه قبلی در موضوعات قبلی ام. با ما بودن من این آیه را بسیار استفاده میکنم بجای این که کلام حضرت سبحان است و نور است همه ای آیات الهی و همه ای آیات قرآن از مشان چراغ راه زندگی انسان هستند که خود پروردگار متعال فرمود نه ها الز قرآن یهدیل لتیه اقوام مثلا هدایت کننده است قرآن ولی یک سری از آیات متناسب با موضوعات مختلف بسیار بسیار راهگشا هستند ها مم. به عبارتی حکم شاکلی دارند برای درهای بسته ذهن برای تفکر من مم. خب من چقدر به خود امیدوار باشم بفرمایید شما خب بشینم بگم که سرم رو به آسمان میکنم خدایا و توکل کردم به تو خب دیگه تو روزیدنده هستی نامید نکن نه تلاش نه کوشش نه, تلاش، نه, تلاش، نه بله. خود پروردگار متحال فرمود لیسل الانسان الا ما سعا خب تلاش درست. کوشش حرکت ببینید اگر قرار بر این می بود که ما بعضی از متاسفانه در بسیاری از موارد در تفکرات می شود گفت که نامناسب و ناسحیح ما از برداشت هایی که از مفاهیم دینی مثل مثلا توکل و مثل امید به رحمت الهی و امید به خدا داریم است که خب مثلا به یک عزیزی میگی که بزرگوار خب شما الان صاحب مثلا پدر یک خانواده سایب صاحب سه تا طفل خانه و زندگی داری این مثلا وضعیت زندگی خب چرا به فکر این نیستی که کمکی ارتقا بدی وضعیت زندگی تا کنیم ما خود تلاش ما میکنیم توکل بر خدا هر چی شود هر چی او خواسته باشه خب سوالی است که آیا خداوند تبارک و تعالی برای بندگانش زیق تنگ دستی و فقر و چالش و مشکل رو میخواد قطعا نیست خدا غنی خدا رحیم است خدا بله. خدا کریم است خب بعد یه بزرگوار وقتی که خب با دوباره مثلا گفتگو میکنی بعد میگه که من مثلا میگه خب شما یک برنامه یک هدفی برای آینده داریم مثلا وضعیت مثال میزنم برای مسائل اقتصادی فقط مسائل اقتصادی نیست خیلی از مسائل دیگه مم. میگو عزیز خب مثلا شما بزرگوار پدر مادر نازنین خواهر و برادر عزیزی که رو می همه بینندگان عزیزی که برنامه رو دارن میبینن بسیاری از ما ممکنه که یک وضعیت داشته باشیم که الان خودمانه بررسی میکنیم میبینیم که ما چند سال این وضعیت دارم و تا یک قدم رو به جلو نگذاشتم بله. عزیزانی داشتیم و داریم که مثلا حالا به خاطر مسائل و مشکلات خاصی مثلا مادر عزیزی ممکنه الان بیرنده ما باشه حالا مثلا سی ساله سی و پنج ساله کمتر یا بیشتر خوبی عزیز فرض بگیرید که در زمان چی دوران کودکی و نوجوانیش تا سنف پنج تا سنف شیش درس خونده و اون زمان توفیقی نب... یا حالا زمینه ای ایجاد نشده یا نتوانسته به هر دلیلی که قرآن رو یاد بگیره خوی خب قرآن رو یاد نگرفت مکتب هم نرفت تا سنف 6 خب بعد مثلا این خانم هم تا 20 سال بود ازدواج کرد و صاحب مم. اولاد شد و خوالا نام خدا خوش شده خانم 35 سال اولادا کلام شدن فلان فهم. بعد بیم میگه که شما سواد داری مثلا ها یک پنج چهار پنج کلاس خوانده بودم سن خوانده بودم حالا هیچ نمیخوام یادم رفته یادم رفته قران بلدی نه چرا نرفتی خب مرا نم نماندن آه. خدا رحمت کنه آقای من من نماند که رفته آه. خب آه. او زمانی که آقای تو تو رو نماند تو سیزده ساله بودی الان سی و پنج ساله بودی یک مثلا در یک مقطع زندگی مشکلات داشتی مادر اولاد بودی مشکلات خانوادگی الان که خب الان هم یک وسطی رسیده و شما فرزنده هایت کلام شد الان چرا میگی از ما گذشته از ما گذشته مثلا فلان خب <applause> یعنی ببینید این وضعیت یعنی اولا این توقع و انتظاری به اصطلاح از خودش نداره و بعد از اون طرف دیگه یعنی که بعد میگه از ما گذشته یعنی چی یعنی الان ذهنیت تو و توانایی تو این امید به این که من رشد خواهم کرد من پیشرفت خواهم کرد من رو به جلو خواهم بود یعنی همون از ما... حالت که دارن و پذیرفتن, پذیرفتن. نمیتونن تغییری در زندگی مشکل کجاست الان این که چرا من اینو واسو کردم اون ماجرا مشکل اینجاست که وقتی بی عزیز میگه چیکار کنم قسمت ماست تقدیر ما اینم تو بوده آه. یعنی چی یعنی اینکه خدا خواسته که شما یاسون باشی خدا خواسته که شما در جا بزنی خدا خواسته که شما هیچ تغییری نکنی نه هیچ وقت خداوند تبارک و تعالی گفتم تاکید میکنم که برای بندش تنگ دستی زیق و محدودیت رو ایجاد نکرده ما پروردگار و متعال در کلام الهی است که حتی ما در میگه هم در سیره پیغمبر تبارک گرامی اسلام صلی الله و سلام علیه داریم هم در آیه قرآن داریم میگه که اگر زمین خدا یک وقتی دچار تنگ, تنگ،, تنگ دستی حالا یک وقتی به مشکلات امنیتی است یک وقتی مشکلات اقتصادی است یک وقتی, وقتی آمادگی زمینه نیست برای رشد کردن بعد در آیات قرآن داریم میگه که خدا زمین رو سی قرار داد هاجر رو ماجرت مهاجرت کنید هم. یعنی از این از این جایی که اسیدگی امکاناتی چی پس بنابراین ما ایره که بعد متاسفانه بحثی که امید به خدا چقدر و چگونه ای رو داریم پس می کنم این رابطه ایره ای منظور نیست که این متاسفانه در فرهنگ ما و در بین اخشار جامعه ما بسیار بسیار چیز قابل یعنی پذیرفته شده و اصلا آه. وقتی که میگه خب عزیز شما مثلا این قسم زندگی چرا هیچ تلاش ما تقدیر ما بوده است یعنی هر شکست هر, هر بد بد مشکلی بله مشکل به تقدیر، به تقدیر ما میسته، به تقدیر ما میسته. بعد سوزی ما میزنه، بعدی خب وقتی که و مخاطب قرار میدیم میگیم که خب مثلا یک کجا شما مثلا جرکتی نکردی شما حرکت کردی ای که دیدی اتفاق نیفتاد میگه خب نیم میگه مثلا خیلی وقتا اتفاق افتاد ببینید ما یک کشور مسلمان هستیم ما بیشتر از 90 چند درصد از مملکت ام. ما به عبارت جای شاید جزء به عبارت مهد... محدودترین کشورهای اسلامی باشیم که خلوص به عبارت دینی ما بسیار زیاد است در اکثر کشورهای اسلامی آیین ها و ادیان دیگه مثل مسیحیت مثل مثلا مثل زرتشتی و مثل یهودیت است ولی خب ما هم داریم یک مقدار کمتری مثلا یک تعداد یهودی داریم یک تعداد سیک داریم ولی بسیار تعداد مسلمان ها در مملکت ما بسیار بالایی نوید چند درصد ما خلوص دینی و مهن. به عبارتی به لحاظ آین اسلام داریم خب در این مملکت این متاسفانه اگر حالا بحث سواد ما قبلا یادم هست عزیزان بینندگان ما میدارن که وقتی بحث پدر بزرگا و مادر کلان و پدر کلان این باشه اون سواد قرآنی داشتن یعنی مکتب بله. می مسجد میرفتن خب یاد میگرفتن ولی جالبیش است که ما در طول سی چه سال اخیر حالا این وسطی ای که اتفاق افتاده بسیاری از عزیزان ما که در این دوران ها به عبارتی رشد کردن یا متاسفانه که دوچار چاله شدن حالا یا مهاجرت یا نامنی یا روال عادی زندگیشان به هم خورده حتی به عنوان یک مسلمان قابلیت خواندن قرآن را نداره یعنی اصلا حالا چه در قشر مردها و چه قشر خانم ها تفاوت نمی کنه مرد و زن مسلمان ها بعد که به آقای خانم میگه خب شما چرا میگه که آه نشد و مثلا نتوانستیم و, و نماندن و خلاص بعد, می... بعد که اونا مخاطب قرار میگه خب عزیز می شما خوار بزرگ برادر مادر پدر گرامی خب الان که این وضعیت نسبتا الان که خب شما یک فراغتی رسیدی یک توان حال خب همی از ما گذاشته یعنی یک عنوان به اصطلاح ناامیدی هم ناامیدی به خود و هم ناامیدی به که الیاز بعدش هم که میندازن گردن قسمت و تقدیر یعنی خدای تبارک و تعالی اساسا در مورد اینا در دریچه ای رو باز نکرده هیچ امکانی رو به وجود نیورده این همو زمان که باید میرفت خب حاج آقاش نمانده اینو نمانده نه. که بره مکتب یا مسجد یا هر چیزی الان هم دیگه تمام این کاملا نابجاست و نادرسته این یک مدل است که متاسفانه خیلی همو هیچ حرکتی نمی کنیم و بعد رو میگیم اسمی رو میگذاریم تقدیر اول یک گروه دیگه هستن که بسیار بسیار ناامیدانه یعنی دست به هیچ کاری نمیزنه به دلیلی که مثلا دفعه قبل دو مرتبه قبل سه دفعه قبل فلان کارو کرد و شکست خورد بعد دیگه الان بعد گفته میشه خب همه اصطلاحی که ما بزرگ به کار میمیم خدا بزرگ است خدا مهربان است بله شما دفعه یک بار شکست خوردی دو بار شکست خوردی از ای مسیر، از این مسیر انتخاب کردی این نشد دیگه مسیر انتخاب کردی اون نشد حالا ای این یک مسیر جدید نه یعنی مطلقا دیگه بعد که از این مثلا متاسفانه کمی که عمیق‌تر بشیم میبینی که ای اصلا باور خودشه امید خودشه, امید خودشه به فضل و رحمت الهی از دست داده مم. و حالا که پروردگار متعال فرمود که در سوره مبارکه زمر در آیه 53 پروردگار متعال میفرماید که قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم به کسانی از بندگان ما که اسراف کردند، که زیاده روی کردند، حالا زیاده روی در ممکنه در هر چیزی مثلا در, در خصوصا حالا بس های به عبارتی مشکلات شخصی گناهانی که از مسر میزنه معاصی که از مسر میزنه افراطی که میکنیم خدای نکرده گاهی وقتا حتی ممکنه که تبدیل به طاغوت بشیم ده. یعنی تغیان کنیم بر علیه پروردگار ما کفران نعمت کنیم دوچار گناهان و معاصی بشیم خود حضرت سبحان میفرماید به بندگان ما بگو لا تق نتوم رحمت الله ام. از رحمت خدا ناامید نشین بسیار یعنی احساس نکنید که بسیار علی یک وقفه میگیریم و بعد از او همراه شما و صحبت های بسیار زیبایتان هستیم ان شاء خوب بعد از یک وقفه همچنان همراه برنامه روشنا همگام و همراه باشین قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لقتل الحسين حرارت في قلوب المؤمنين لا تبرد و ابدا در پی شهادت حسین در قلب های مؤمنان عشقی به او پدید آمده است که هرگز سرد نخواهد شد حيوان بن أكرم صلى الله <سؤال> عليه وآله وسلم خب عزیزان بیننده همگام و همراه باشین با برنامه روشنا اما مثل همیشه هم برای واتساپی خدا برای شما عزیزان میگم امید دارم که با این طریق با ما در ارتباط باشین سوال پیشنهاد انتقاد هر گپی که دارین بسیار خوشحال میشیم که با ما از این طریق ارتباط بگیرین مثبت 964 780 255 40 13 همیال میتارین با ما در ارتباط شوین و اما ای که چقدر ما به خدای بزرگ خوب خود ما امیدوار باشیم میشنویم از زبان خواهر خوبم خانم رضایی عزیز که امروز کارشناس برنامه ما هستن تشکر از شما خب ما ایره با بینندگان عزیز ما بحث میکردیم در موردی که چقدر خب ببینید ما دو تا تیف رو گفتیم و ما در روایات دینی و در حادیث معتبر به عبارتی مورد توافق هر دو فرقه و هر دو مذهب داریم که یکی از ویژگی های مؤمن است که در حالتی بین خوف و رجا بین بیم و امید بین ترس و بین به اصطلاح امیدواری وجود داره قرار داره خوبی به چه معناست یعنی اینکه حالا در روایتی داریم از وجود نازنین اگر اشتباه نکنم امام جعفر صادق علیه السلام تو سلام که میفرمایند حضرت یا امام باقر علیه السلام هستن حالا یک لحظه به ذهنم چی شد امیدوارم که انشالله درست باشه مفهوم حدیثی است که قلب مؤمن دقیقا انگار دو تکه شده خوب. یک تکه او و یک قسمت از قلب او بیمه آه. خوفه و ترس از حضرت سبحان ترس از عظمت خدا ترس از اینکه که ما در مقابل ذات او مرتکب گناه و یا به عبارتی آسیان باشم ترس از که در مقابل ای همه نعمت گسترده ای که من داده من آیا توانی ایده که شکران اون نعمت به جا بیارم دارم یا ندارم و از این طرف نصف دیگه قلب مؤمن رو رحمت و امید به رحمت الهی بسیار گسترده گرفته و حضرت میفرمایند همیشه ای دو در همین حالت بینابینی قرار دارن یعنی مؤمن نه از او دسته است که هیچ حرکتی نکنه هیچ عملی را انجام نده بگه خب خدا هست الحمدلله رحمت خدا شامل حال ما میشه من امیدوارم که انشاالله میگه که مثلا شما به این سمت و سو قدم میگذاری تلاش کردی که خدا بزرگ شد انشاءالله درست میشود انشاءالله الله اگر خدا بخواد اگر خدا, خدا بخواهد اراده الهی قطعا حاکم بر کل هستی است باز خواهی ولی... همه قسم از افراد هستن که علاوه بر از که شکست که میخورن چون تلاش نکردن از درگاه خداوند من باز بسیار ناامید میشن این یک حالت شرک برشان ایجاد میشن میگه من هرچی امید کردم به خدا آخرش به جای نرسیدم بله. گپس گفت هست خب ببینینی به شرک نزدیک بله بله بود از فانه به نزدیک, با نزدیک میکنه خبر نداره که او بخاطر ازید که خودش تلاش نداشت نداشته و کوشش نداشته بله. خب پس یک این دوتا حالت توازن رو معصوم علیه السلام و سلام امام معصوم میفرماید که قلب مؤمن بین این دو تاست است نیمی از قلب مؤمن خوف است و نیمی از قلب او رجا ام. نیمی ترس از خداست و نیمی امید, امید. و رحمت به خدا حالا توازن بین اینا رو ما به چه قسم به دست بیاریم یعنی ای حالتی که به اصطلاح همین که مثالی که شما زدم مثال مثال خوبی بود من ایراد می کنم امیر گسترده تر کنم در یک به عبارتی توضیح خب ببینید ما برای امید داشتن سه تا یعنی همه اوصاف و صفات حضرت سبحان نیکو و پسندیده است و بر اساس اعتقادات ما صفات خدا عین ذات اوست و حضرت حق جل و علا صفات او تمامه و کماله خب ببینید ما میگم که بیایم می این رو یک کم بازتر کنیم به این به اصطلاح کمی بیشتر بپردازیم برای درک درست از میزان امید به چقدر امید داشته باشیم و چگونه و چطور امید داشته باشیم امید رو ما در قالب به عبارتی از ابتدا تا انتها در یک مسلسی از سه, تا صفت برجسته از از صبحان قرار بدیم نکته اول یک خدا عالم است و به کل شیء علیم خب. دقیقا. خدا مر خلق کرده توانایی من میشناسه ام. و میدانه که آیا ای حرکتی رو که انجام میدون به خاطر اوست به خاطر رسیدن به فلان چیز برای ریا در کارم است و ما با چه قصدی و با چه نیتی کار میکنم و خدا می من اگر بتوانم به شما بگم من تلاش کردم شما متوجه حالات من فکر میکنی حرف من قبول ولی خدا که میداند که من تلاش کردم یا نکردم بلدید. من زحمت کشیدم یا نکشیدم آه. پس ببینید والله به کل شیء علیم یعنی از لحظه اول از حتی از خطور ذهنی از تطوری که در ذهن ما ایجاد میشه خدا آگاست بنابراین ایره با یقین امید به ما... امید به یعنی خدا یعنی خدایا ببینید خیلی وقت ها گفته میشه که ما در روایت دینی داریم حتی اگر نیت خوب داشته باشید و اون نیت شما محقق هم نشود به خاطر اون نیت خوب به شما جزای خیر میدن یعنی چی ام. یعنی والله و به کل شای علیم هیچ وقت نه امید نباشید اگر شما تا مثلا میگن که کاش میداشتم انفاق میکردم من خود اوقات وسعت مالی ندارم کاش میداشتم مثلا صدقه میدادم کاش ام. میداشتم مثلا انمی بنده خدا را مثلا هزینه درمانش میدادم برای او بنده خدا اصلا تداره... بر شما ام. ما در روایات داریم که حتی اگر شما قصد و نیت بکنی و اون نیت محقق هم نشه خدا به صرفی ای که به ذهن شما آمده پس والله به کل شیء علیم اولین و مهمترین قدم برای امیدواری به خدایست که خدا مرا و قلب مرا و تمام آگاه آنچه که در اندیشه ایمه میگذرد خدا آگاهی داره هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و و هو به کل شاین علیم خدا همه چیز را میداند بله. آگاهه پس وقتی که بدانم او همه چیز را میداند و بعد یادتان هست ما در برنامه قبلی بحثی که اول هدف داشته باشیم برای او هدف برنامه ریزی کنیم بعد که برنامه ریزی کردیم تلاش بکنیم و امید داشته باشیم بله. که تحقق پیدا میکنه خب این مراحل قبلی رو رفتم خدایی که آگاه هست و میداند من توان می بود بله. هر آنچه که از دستم بیامد و انجام دادیم بله. پس اول و الله به کل شاین علیم دوم و الله علا کل شاین قدیر بله. قدرت الهی من به یک مسیری میرم چیزی صد میشه درست. فلان حاکم فلان عرض به حضور شخص زورمند فلان کی کی هر کسی ممکنه باشه مم. جلوی ما صد میزنه یا شرایط طبیعی یا مشکلات شخصی یا هر چیزی ما نیرای میشه بب. پس من هدف داشتم برنامه‌ریزی کردم تلاش هم, هم کردم بب. یعنی در حد توان تلاشم هم کردم بالا صد شد. ایجاد, ایجاد شد خب ناامید بشم نه چرا خدا قدرتی است ما فوق همه قدرت ها مم. فلان بشر فلان حکوم اصلا تمام جهان جمع شدند بر علیه تو و میخوان جلوی تو رو بگیرن مم. او حاکم بر همه هستی است و الله علا کل شاین قدیر اگر ای به این قسم امید داشته باشم موانع جلوی رای ما... نه اینکه بگیم اونا نمیبینم یا قبول لن. نه آمد جلوم را بله. یعنی چقدر زیباستی کلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام که اگر حالا در بحث های معرفتی مثلا میفرمایند اگر همه یا حتی فرمایش بسیار بسیار گرانقدر از رسول گرامی اسلام ما در تاریخ اسلام داریم مم. که وقتی به حضرت گفتن دست از رسالت خودتان بردارید و به اسلام ما به تو هر چی که آه. به عبارت صفتمند هر چی حضرت فرمود اگر ماه را در دست راستم و خورش... خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپ من بگذارید من از رسالت دست برمی‌دارم بله. بله. یا حضرت همین فرمایند اگر همه بر علیه حق باشن و من به تنهایی من خودم به, به تنهایی باور به دارم که مم. یعنی ببینید این باور و امید به خداست که به خاطری که او والله و الله کل والله به کل شاین علی میداند که من به خاطر او دارم بله. کار میکنم این خیلی مهم است که نیات ما از تفکرات و اندیشه را را خالص برای خاطر خدا بکنیم امه. و بعد مرحله بعدی امیدوار باشیم چون که اگر ذره ای قلقش یاریا یا ریا یا خدای نکرده نفاق در فکر تفکر ما باشه چون او میداند قطعا خود او جلوی کار را خواهد گرفت پس اگر من نیتم پاک بود و باور به ای دارم که او همه چیز را میداند اگر در مسیر راهم دچار مشکلات هم که شما فرمودید به هر دلیلی شکست خورد به هر دلیلی مشکل و علا کل قدیر ان الله اگر اگر مصلحت او و حکمت او بر تحقق این امر باشه محقق خواهد ممتعنی. شد هر کد هر چقدر هم که دیگران توان و قدرت زیادی داشته باشن برای اینکه جلوی ای مر ایجاد کنن و جلوی مر صد بزنن خدا قدرت او قدرت خدای تبارک و تعالی از قدرت اونها خب به شرطی که امید ما 100 درصد به خدای به خود بشه. حتما یعنی عمود توکل بله احسن به و مرحله سوم پس الله به کل شاین علیم و الله کل شاین قدیر و آخری و و, و هو و ارحم بله, بله, بله یعنی تلاشت کردی زمینه با نیت خالص شروع مم. کردی با آگاهی که به که خدا حاکم بر همه اعمال رفتار تو است با نیت خالص به سمت او رفتی تلاشت هم کردی و انجام دادی مم. و حالا چرا؟ این به خاطر این میگم که در بسیاری از موارد ما, ناآگاهانه ممکن است دست به مم. اقدامات اشتباهی بزنیم خصوصا در مورد دیگران من مثال میزنم برای مواردی که یک وقتایی هست ما یک تصمیماتی میگیریم یعنی ذهنیت ما منحرف ما میشه حرف. تو چا... ما انسان هستیم ها دیگه به هر حال به هر حال اشتباه میکنیم بله و هم دشمن قسم خورده ای ما همیشه هست خب خدا بعد میای میگی که مثلا بعضیا میان میگن که وقتی که من گناه کردم وقتی که من عصیان کردم وقتی که مثلا عملی رو که من انجام میدادم فکر میکردم درسته ولی نتیجه شی چیز دیگه از آب اومد دیگه قطعا من چی امیدوار باشم وقتی که مثلا نتیجه بله. نه فالله خیر و اللهو و هو ارحم الراحمین رحمت الهی واسه است مم. رحمت شاید همون خدا شکست که او خورده جز بر حال حکمت, حکمت خداوند بله که بتونه راه های دیگه ای را در پیش رویش قرار بده ما نمیفهمیم بنده بله. هستیم و از حکمت های خداوند غافل بله کاملا خب حالا ترکیب ایس مثلث را بیم کنار رو بگذاریم یک مثال میزنم مادر بزرگواری حالا می بیشتر بسای تربیتی رو در مورد مادر و فرزند مثال میزنم حالا شاید به خاطری که ای هیته کار ما و تجربه بیشتر بود خب ما از خدا می مادری از خدا خواست که خدایا به ما ارزانی کنی که از بهترین و برترین و شیرین ترین نعمت های خود که فرزند خداوند تبارک و تعالی به خانومی به بانوی به پدر و مادری حالا بیشتر ما, تمرکز ما رو مادر است برای بانوان عزیز ما برای که مثال کاملا واضح‌تر بشه فرزندی به او عنایت کرد خب شکر نعمت الحمدلله رب العالمین که خب الان برای اینکه این که ای امیدواری حالا به این شکل که من این نعمت خداست امانتی است در دست من و من میخوام تلاش کنم که انشالله ای بهترین شکل باشه و بعد بر اساس انسانیت من این ادامه دهنده ای نسل من خواهد بود به عبارتی فردا امید آینده ای من خواهد بود روشنی چشم من خواهد بود حالا یا به عبارت ساده در عوام ما می فردا اسای دستم خواهد بود من به این امید انشالله مثلا بچه دار چه دختر چه پسر فرق نمیکنه کنم خب اگر چه در فرهنگ ما معمولا این هستن که اسای دست پدر مادر رو از قبل خانواده <applause> بله الان دختر غم بله بله بیشتر خانواده خب پس ببینید من به این من به این امید آه. خب صاحب اولاد شدم صاحب فرزند شدم خب تلاش هم, هم میکنم یعنی ما اگر وقتی که شد مادر اطلاعات آگاهی و او به عبارتی توانمندی هایی را که برای مادری لازم دارم قطعا گفتم اول ق... در جلسه قبل هدف گذاری برنامه ریزی و تلاش یعنی خب من برای مادر شدن داشتم خدا به من نعمت خودش رو برترین نعمت و شیرین ترین نعمت خود شرزانی داشت خب برنامه ریزی کنم اگر اطلاعات کم دارم اگر صبر و سلم کم است اگر به لحاظ احساسی مسئله دارم اگر هنوز خواسته های خودم به دنبال چون وقتی مادر یعنی مسئول یعنی وظیفه توست که در قبال طفل کوچکی که خدا به تو داده بسیار باید مراقبت شدید بله از خودگذری ایثار و فداکاری خب پس من اول هدف گذاری برنامه‌ریزی و تلاش منتها خب امیدی به ای که ای فرزند این فرزند ان شاءالله آیند مثلا تلاش من تلاش رو میکنم که تمام تلاش میکنم که این به حالا مثلا از اون ابتدا شروع کنیم که این مکتب بره یک مثلا آله آل اهل سالش هم محصله آه. مثلا بسیار موفقی باشه کامیاب باشد در بهترین خب تلاش شما کردم حالا ببینید یک مشکلی که هستیست که آیا من به عنوان یک انسان ای فرزند خودم را نعمتی از نعمات خدا میدانم مراقبت محافظت و تلاش او را به این مبنا انجام میدم یا یک وقتایی که افراد میکنیم که دچار مشکل میشه میره که این تبدیل میشه به یکی از مایملک من چه مست از خود مست تلاش کردم زحمت کشیدم و و این نیست که خب خدا داد خدا لطف کرد خدا کمک می کرد خدا عنایت کرد خدا مراقبت او را کرد بلده. خب یک اتفاقای بسیار اشتباهی که در زندگی ما میفته حالا ترکیب این سه تا یک قدرت الهی ما ای عالم ای که ای فراموش میکنیم که علم یعلم بن الله یرا خدا لحظه و لحظه ما رو داره میبینه این دقت ما ب... حالا من مثال من در مورد فرزند در همه چیزو مال خودیم ای سرمایه را خب ما داشتم من زحمت کشیدم دقیقه فرصت داریم. بسیار خب پس ببینید وقتی اتفاقی میفته ما نسبت به آنچه که داریم مم. او رو و به کل شاین علیم رو بسیار وقتا دچار به عبارت باور به ای آیره و باور به ای به عبارتی صفت الهی را کم در وجود ما دوچار خدشه میشه و گاهی وقتا منحرف میشیم احساس شخصی به عبارتی تملکی نسبت به اشیا داریم به مال به ثروت به زیبایی به جمال به قدرت و به فرزند به هر نوتی دیگه اولین انحراف ایجای اشکال ایجاد میشه که تو احساس میکنی بچه بچه تو از کجا بود نعمت خداست ثروت تو از کجا بود داده الهی است قدرت و زیبایی و حسن و جمال و هوش تو از کجا بود اینا همه پس یک اشکالی کار اینجا ایجاد میشه خیلی وقتا فراموش, فراموش, میکنیم. فراموش میکنیم که ای ام. و اللهو به کل شهیر خدا میداند که تو داری چه میکنی نکته دوم تلاش ما رو میکنیم بعد باز ای،, ای, که مثلا میگن که بچه مریض است خب دکتر بعد میریم به سمت دکتر بعد میگیم که بهترین متخصص فوق تخصص و و و و, و. به سمت ای میریم بعد میگیم که دکتر سر بچه میرسه پردم به تو حالا بعضی ها میگن که مثلا مقصد رو مینود ولی گفتن این واژه به عبارتی بخوایم خوب دقیق بشیم یک آه. به یک معنی یعنی حذف خدا دکتر صاحب اول توکلم به خداست بعد بعد به بچه یعنی واقعا فراموش بکنیم این دومی چیز فراموش ما شده قدرت حتما این رو باید به زبان بیارن چون گاهی وقتا مثلا یکی هست که خب واقعا در عمق وجود توکلش در همه مراحل زندگی واقعا به خدا هست ولی خب در بسیاری از مواقع در زبان نمیاره نمیگه در از, ام از ام ام آدم بعد به زبان بیاره همون تکی اول والله به کل شای نلیم خدا میدانه در قلب ما چیست این نکته اول خب ولی خب زوری اگر یه چیزی باور قلبی باشه در بیرون هم تظاهر میکنه یعنی ببینید اگر واقعا ما لحظه به لحظه زندگی میدانم که همه چیز در یاد و قدرت اوست آه به همه هستی به از, از اوست احسن پس این حتی زبانم هم در همون سمت هم سو خواهد رفت که پس نکته دوم ما قدرت خدا رو خیلی وقتا دوچار شکست میشیم ناامید میشیم در زندگی به خاطر اینکه فراموش کردیم والله و علا کل شیء قدیر یا به خود مرسی بچیم به تو سپردم خب برو بچیم درس بخون که به خاطر درس خوندن تو مثلا مدرک مم. فلان بگیر فلان پانتون بری که اگر فلان پانتون رفی حتما کار پیدا خواهد کرد اگر به فلان اشترف فلان حتما ثروتمند نه اگر خدا بخواهد دقیقا. اگر اراده الهی باشد میتواند تواند یوسف را از ته چا بر روی تخت عزیز مصر بنشاند و عکسش هم امکان داره اون ممکن است فرعون را با یک به اصطلاح مگس کوچک در یک لحظه از بین ببره پس دومین چیزی که فراموش می کنیم که باعث ناامیدی باشه که اسمون میشه ما قدرت خدا رو فراموش می کنیم یادمان میره که من انسان هر چقدرم که توانایی و تلاش داشته باشم اگر در ظل عنایت او و باور به علم او و باور به قدرت او نباشه هیچ نیستم و نکته سومی که خب ما انسانی دچار اشتباه ام. و خطا میشیم ولی فراموش میکنیم که او بسیار 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 زیاد رحمان و رحیم است نه نه. از رگ گردن به من از دیکتر ام. و از مادر مهربانتر و هموست که گفت ادعونی مرا بخوانید از تجب بله اجابت شما خانمید. مرا بخوانید من شما را اجابت خواهم کرد پس بسیار از موارد دوچار شکست و که میشیم به خاطر اینکه شاید به فرموده شما یک مسیر رفتیم اشتباه رفته بودیم یعنی یک بررسی نمی کنیم مثلا سه بار دو بار ده بار یک ماه دو ماه یک سال دعا میکنیم و خدا نمیده حالا برای هر چیزی دعا کردیم برای بله. بعد مشکل اتفاقی که میفته میگیم خب تو که صدای من نمیشتمی تو که من دوست نداری تو که من نمیبینی حالا که علم یلم بند الله مم. اصلا شما سوالی است که فکر میکنید خدا, خدا شما خدا شما رو میبینه داره. پس از رحمت خدا و از لطف خدا از مهربانی خدا نسبت به تمام بندگانش خودش و تک تک مم. افرادی که خدا خلق کرده خدایی که برای همه موجودات حالا ما در مراسم حج داریم که برای حاجی در به عبارت داریم میگه که حاجی حق ندارد حتی پشه های ریز یعنی ببینید ما در فقه دینی ما یعنی که حتی همون پشه ها خلقت اونها هم برای حضرت سبحان بسیار محترم و بلد. قابل ارزش بوده که تذکر داده که حاج احرام که می‌بندی مراقب و پشه های ریزن باش پشاهی لز هم برگای درختار نکنی ام. فلان اتفاق نیفته محال ممکن است که در نظام خلقت حضرت سبحان مخلوق برتر و اعظم اون که انسان باشه مورد لطف و عنایت و رحمت خدا قرار نگیره به علم خدا باور داشته باشیم قدرت خدا رو بپذیریم و از رحمانیت و رحمت خدا انشاءالله هیچ وقت احساس نکنیم که خدا ما رو محروم کرده انشاالله خداوند لطف و مهربانی خودش رو شامل همه ما قرار بدهد انشاءالله تشکر میکنیم بسیار عالی خودم که بسیار استفاده بردم امیدوار که و صد درصد بیننده های محترم هم استفاده های زیاده بردن تشکر خانم رضایی عزیز خب از آن بیننده تشکر و سپاسگزار امید دارم که با یک برنامه رزی دقیق سایر روزها بیننده برنامه روشنا به صورت زنده و مستقیم باشین از حضور گرم همه شما عزیزان بسیار سپاسگزار هستیم و از حضور شما هم خدافیزی میکنیم و همچنان لحظات ملکوتی از آن و وقت کابل هم نزدیک هست مثل همیشه ما ردای خیرتان فرام